یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اینجا شکرستان منارکج، یک روز دلنگیز. کجاش دلنگیز رابی؟ دلت خوشه وا، این شب تار آرزوهای منه. بله؟ رسیدن یا نرسیدن، مسئله این است. آیا رؤیاهای ما پشت نقاب سرخ خورشید در چاه تاریکی ها غرق می شوند؟ آه، زندگی کوتاه است و آرزوهای انسان بی پایان. اکنون با این بدترین حالت شکرستان چه کنم؟ آه بدرود آرزوهای من، بدرود زیبایی ها. بازیگر شدی رمزون؟ نه، ولی دوره مقدماتیشو پاس کردم راوی. چطور مگه؟ ماجرا از اون روزی شروع شد که با بچه ها تو قهوه خونه نشسته بودیم. اینجا شکرستان قهوه خانه، آنجا که ماجرا تازه شروع شد. ببینین رفقا، آدم ها با دلش، دل آدم پی چیه؟ قضو اون شیکمه بابا، دلو میگم بابا. دل آدم با آرزوهاش. آفرین شبو، میبینم که مخت کار میکنه. مخلص موسیقی جون. میگن آدم ها واسه از آرزوهاش شناخت. مثلا اگه شما بخواین سمد رو بشناسین، اول ببینین آرزوش چیه. آرزو چیه سمد؟ من چندصد تا آرزو دارم. سی کدومش رو بگم؟ حالا یکی دو صدتاشو بگو دیگه. من آرزو دارم که سی تون نویسی بلد باشم، مثل اینا که اینجوری دو دستی تلیک 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 تایپ میکنن. تیک 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 سی تیک 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 سی. دیگه سی همیشه دوست داشتم بازیگر بشم، از اینا که دو صفحه حرف میزنن بعد یک همه دست میزنن، اشکاشونو چی باک میکنن. خب دیگه چی؟ همیشه آرزون بوده برم شمشیربازی یاد بگیرم، که بعدن چی؟ اگه به آرزون رسیدم بازیگر شدم، بهم نقش دوست دریایی دادن چی؟ بلد باشم و شمشیربازی کنم دیگه. من هم فکر میکنم سمد رو درست نشناختیم و سواست از اول بشناسیم. آره ها جون، تا من همیشه فکر کردم نهایت آرزود این باشه که روزی سه بار نهار بخوری. آره اونم آرزوم هست، ولی بهش رسیدم، الان این نهاری سوممه. دیده نکتش همینه، زندگی کوتاهه، آدم وقت نداره با همه آرزوهاش برسه، ولی اگه برسه حتما آدم حسابی میشه. مثلا الان سمد رو ببینین، فکر میکنین اگه این به آرزوهای اصلیش میرسید چه شخصیت برجسته و معروفی بود؟ هنوزم چی وقت دارم که بشم. نه تا وقتی که انقدر میخوری. اصلا موضوع عوض، آرزوی شماها چیه؟ بگین چی، ما هم با شخصیتهای برجسته مخفیتون آشناشیم. من میگم، ولی شما درکش نمیکنین. نه اوسا، ما سراپا درکیم، بگو. راستش من همیشه میخواستم گلدوزی یاد بگیرم. چی میگی داداش؟ گلدوزی با این سیمیلات چه ربطی داره؟ هنره به این ظریفی تازه منو یاد مادرم میندازه. مادرم سلطان قلبم. آرزوی تو چیه شبون؟ خب من آرزوم اینه که شرپور جارچی ها بزنم. که چی بشه؟ خب واسه این که بچگی دوست داشتم تو کار خبررسانی باشم. آفرین آفرین. دیگه آرزو دارم. خب بسه، نفری یه آرزو زدی تو پرم اوسا. رمزون تو بگو. من خب آرزوم. آرزو چی؟ چطوری هاش؟ بگو خجالت نکش. بگو شاید دوستا برآوردش کنه. نه آخه خب من آرزو نرم. چی؟ نرم دیگه، آرزو نرم از ما گذشته دیگه. مگه میشه آدم سالم آرزو نداشته باشه؟ الان از زن قمرم بپرسی آرزو داره. نه آخه من چیزی لازم ندارم آرزو کنم اوستا، همه چی ردیفه. نه خیر هیچم ردیف نی. من الان داشتم چی میگفتم سمن؟ آدمو چی از آرزوهاش بشناس. همینه، اون وقت تو بر را بر منو نگاه میکنی و میگی آرزو نداری. مگه میشه؟ شاده دیگه. نبینیم و نشنفیم. ببخشید استاد، دیگه تکرار نمیشه. حالا شد، برو یکم تو خودت سیاحت کن، آرزواتم دریاب.
آره دیگه رابی جون، ما رو فرستادم به نخودسیام. یعنی چی؟ خب دیگه گفتم زایست من رویا مایان نداشته باشم، رفتم به رویای بقیه. اینجا شکرستان، کلاس گلدوزی ننه قمر و دختران. آه ننه یه بخیه بزن. بله ننه قمر. آرام از اون ننه بخیه بزن. درسی اولی گلدوزی و کوکشولست، بعدش بخیه. آه من شاگرد دارم، زرای قلبس میاد از من بخیه زدن یاد میگیرد. آه حالا زنزیرش کنید. آه ننه نیا تو دست پا، برو بیشین سر زار زنزیره. بگم ننه ننه میخواستم رو دست بقیه ببینم یاد بگیرم. آه ننه به پا سوزن نره تو دست زیگزاگ بزن. ای بابا گره میخوره. سوزنم کو؟ ننه قمر سوزنم گم شده. آه ننه سوزن رفته تو انگشته. چه چشاتو واکون ننه. آه الان خوب شده ننه قمر؟ ننه از این بدتر نمیشه. کوک شل بزن دستت جرم شد. آه بعدش هم دندون موشی، آه ساق دوزی، زنزیره، جره نباتی، پر دوزی، منگوله، زنگوله. اینجا شکرستان، مشق شمشیر با داروغه. زنده کن چشاتم به من. حالا بیا جلو، حالا برو عقب، حمله کن، دفاع کن، دفاع کن، برو جلو، دفاع کن. آخه این چه ورزشیه، حوصله‌ام سر رفت. شمشیر بازیه دیگه، از اوناتو دست رو قوی میکنه، آدمو چابک میکنه. شمشیر باز متعادله. حالا خوب گفتم جا خالی بده ها، یه شمشیر باز حرفه‌ای باید حواسش همزمان به 10 تا چیز باشه. تو حرفه‌ای هستی یا نه؟ نه نیستم. پاشو شمشیر رو تو مثل یه شمشیر بگی تو دستی. شمشیره دیگه، مثل شمشیر بگیرم یعنی چی؟ میخوای بشی یا نه؟ چی قربان؟ شمشیر باز حرفه‌ای دیگه. بله قربان. نشنیدم. بله قربان. در شمشیر بازی حرفه‌ای جونم یا سوراخ میکنی یا سوراخ میشی. پس تسلیم میشم. من نگفتی میخوای شمشیر بازی حرفه‌ای بشی. بله قربان. توازن، تعادل، تمرکز، چپ راست، بالا پایین، ببینو بیامون. این الان قش کرده داروغه، بذار به هوش بیاد بعد بهش بگو. یه شمشیرباز حرفه‌ای حتی تو بیهوشی هم بهوشی. آها این از اون نکته هایی که آدم نمیفهمه چقدر راسته. بریم بعدی. اینجا شکرستان، مشق تون نویسی با بهادو. نه ببین، با انگوش نه، باید با هر دو دستت با هر 10 تا انگوش تایپ کنی. حالا بنویس قوریه گل قرمزی. قوریه گل قرمزیه. درست تایپ کردم. آره ولی سرعت درست نیست، این تون نویسی نیست، آروم نویسیه. من هر کلمه میگم زود بنویس. باشه باشه. میز، آینه، صندوق، تابلو، زمین، هوا، توپ قلقلی، خودکار، چای، آب، حوض، قهوه خونه، فرصت، صمد، بهادر، رمزون. آینه بعد آینه چی بود؟ آها. اینجا شکرستان، درس بازیگری با ادیب. ببین جانم، هنرمند باید رسانه احساس باشد، باید بتواند بخنداند، بگریاند و دل آدم را از زنگار فریب پالوده کند. خب پس من احساساتی بشم بازیگر شدم؟ بخیر، شما الان برای چه هوس هنرآموزی کردی؟ میخوام معروف بشم دیگه. ای وای ای هوار از این روزگار، آخه جانم معروف شدن که دلیل نمیشه آدم بازیگر بشه. چرا نمیشه ادیب؟ آرزوه دیگه. آرزو که نشد دلیل. آرزو که دلیل و اگر و اما نداره. آرزو آرزوه. شما برای چه آرزو کردی بازیگر بشی؟ این همه کار در دنیاست جانم، آرزو که قهر نیست. آرزوی خیلی هست بازیگرشن، چون واقعا نمیخوان بازیگرشن که، فقط میخوان دیدشن دیگه. پالوده و زنگار و اینا براشون مهم نیست که. باید مهم باشد جانم، نمیشود که آدم فقط به صرف شهره شدن قدم به ورطه هنر بگذارد. خب من میخوام بازیگرشم، منو به ورطتون را بدین دیگه، عجله دارم. ورطه هنر که ارث پدر بنده نیست. باشد من به شما آموزش میدهم، اما تضمینی در کار نیست. چی کار کنم؟ جانم برای اینکه بازیگر خوبی بشوی باید مطالعه کنی، باید از احوالات روح و جهان سر در بیاوری، باید نبض زندگی را با وجودت حس کنی. خب چطوری همه این کارا رو بکنم؟ گام به گام.
خب یه گام اما یه گام اما شما. اول تمرین بیان، بگو امروز شب سه‌شنبه است، فردا شب هم سه‌شنبه است، این سه‌شب، آن سه‌شب، هر سه‌شب سه‌شنبه است. ها؟ اینی که گفتین چه معنایی داشت؟ تمرین است جانم، برای معناش نیست، برای اینکه شما بتوانی بدون وقفه و زیبا سخن بگویی. آها خب چیزه، امروز که خب سه‌شنبه است، فردا هم سه‌شنبه است، هر روز سه‌شنبه است. ببینم بقیه روزای هفته آدم نیستن؟ نه 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 نه، کی به من نقش دوز دریایی میده؟ پسرم شما در بدای افتضاحید. بدای چیه؟ سرآغاز. سرآغاز چی؟ هرچه و هیچی. سوال اضافه موقوف، اول بگذارید مقدمات را فراهم کنیم، بعد دنبال نقش باشید. خب برویم سر تمرین های بدن، روی سرت بیست. بله؟ مگه پام چه ایرادی داره؟ جانم شما میخواهید نیامده بازیگر شوید، خب هر کاری تمرین خودش را دارد دیگر. اینجا شکرستان، درس شبانه شیپور با جارچی. دو ریم می فا سول لا سی. حالا بزن دو 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 ری می سول سی فا. ببینم شما نمیتونید روز بیاین شیپور یاد بگیرید؟ آخه صبا کلاس گلدوزی میرم. زهر چطور؟ سر شمشیر بازی ام، بعدش هم باز برم کلاس خصوصی تان نویسی. خروب. اون موقع کلاس بازیگری ام. حالا چه اصراری شما شیپور زدن یاد بگیری؟ نمیدونم، چون میگم باز آرزو داشته باشم. خب آرزو چینه شیپور بزنی؟ نه، آرزوی یکی دیگه است. من فعلا دارم یاد میگیرم، شاید آرزوم شه. من که نفهمیدم چی گفتی؟ عیبی نداره، چون خودم هم نفهمیدم. دارم از افسردگی احساساتی میشم رابی، دیگه نمیتونم آرزوهای بقیه رو تحمل کنم، خسته شدم. آره به نظرم برو دکتر. میرم. اینجا شکرستان، مطب دکتر. بیمار آخر. سلام. سلام جانم، خدا بد نده، چرا پریشونی پسرم؟ افسرده شدم های دکتر. وای 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 وای، چه تو مگه؟ بشین برام تعریف کن، درد دل کن جانم. چی بگم های دکتر، از دوخت دندون مشی بگم یا بازکوب دومین حمله شمشیر؟ اگه دست تعریفو بگیری فول میشه. چی میگی جانم؟ بعدشم دو 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 یا تایپ ده انگشتی. بازیگریو دیگه نگو که الان نبض خودم هم نمیتونم بگیرم، چه برسه زنگار روح بشر رو فالوده کنم. منظور فالودگیه دیگه. من دیگه نمیدونم اصلا چی میخوام چی نمیخوام آقای دکتر، فقط دلم میگیره میخوام گریه کنم. چه تو مگه جانم، اخیراً چه تغییری تو زندگیتون رخ داده؟ رفتم دنبال آرزوام. به به، این که عالیه. کدوم آرزوها؟ آرزوها دیگه همین گلدوزی و تون نویسی و بازیگری و شمشیربازی. شیپورم که میزنم. جانم شما این همه آرزو داشتی؟ نه خب دکتر دلت خوشه با، آرزوهای خودم نیست که. پس آرزوهای کیه جانم؟ بقیه، اوسا و شعبون و سمت. من هیچ آرزویی نداشتم، گفتن ایراد داره، واسه همین رفتم پیه آرزوهای اونا. حال روزم شده اینی که میبینی اشکم دم مشکمه. عجب کار بیهودهی کردی پسر. چطور؟ آرزوام اندازه و قواره داره. معمولا آدم سالم یکی دو آرزوی اصلی داره و اگه تلاش کنه ممکنه آرزوش برآورده بشه، اما هیچکس نمیتونه با آرزوها و رؤیاهای بقیه زندگی کنه و آدم سالمی هم باشه. مثل من؟ بله. شده شما لباسی بپوشی که از خودت بزرگتر باشه یا خیلی کوچیکتر؟ نه دیگه نشده. آرزو هم مثل لباسه، باید اندازه توان و شخصیت آدم باشه. اگه آدم آرزو نداشته باشه چی؟ خب اینم طبیعی نیست جانم، هر آدمی به یه امید و آرزوی از خواب بیدار میشه. نشنیدی میگن مراقب باشه آرزویی میکنی چون شاید محقق شه؟ این حرف مهمیه، میدونی چرا؟ میدونستم که کارم به اینجا نمیرسید دکتر.
آرزوی خوب آرزوییه که تو رو آدم بهتری بکنه. نیاز آدم به رشد شخصیته. اگه آرزوی آدم خیلی از خودش و سبک زندگیش دور نباشه میشه هدفش. هدف داشتنم برای آدم ها ضروریه. خب هدف من اینه که برم سفر از مناظر نقاشی بکشم. آفرین، این مال خودته، برای همینم عجیب نیست. اما اگه بخوای از آرزوهای روی هوای بقیه الگو برداری کنی، اونا میشن درد آریه‌ای و تو اینطوری میشی افسرده. آخه سبک شدم. آفرین، از فردا برو دنبال آرزو و هدف خوده، حالت بهتر میشه جانم. حالا آقا رمزون که خیلی خوبه، هرچی نباشه بین دوستاش تنها کسیه که آرزوی خودشو جدی گرفته و داره برای رسیدن بهش زحمت میکشه. آرزو و هدف شما چیه؟ برای رسیدن بهشون کاری کردین؟